خودشون میخوان که ببینن شما به چه صورت جواب میدید که در این شرایط به چه صورت این مسئله رو هم میارید، این مشکل رو با کلاینت اومده خیلی عصبانی ناراحته از اینکه جنسی که برده باب طبعش نیستش، یا نیم ساعت الان اینجا منتظر کشه نیستش، نبوده. الان شما به عنوان منیجر چه کاری میکنین که این کلاینتمون ناراحت از مغازه نره بیرون؟ این همه جزء اون سوالایی میتونه باشه که مطرح میشه. معمولا تیپیکالی اینها یه سری سوالات به هم ارتباط دار هستن، مرتبط با هم هستن، که میخوان ازتون به صورت کامل میخوان شما رو بشناسن از نظر اینکه در شرایط مختلف شما چه نوع عکس‌العمل‌هایی نشون میدید. Behavioral questions focus on accomplishments, challenges and possible conflicts in previous jobs. ممکنه حتی کار به جایی برسه که از جاهای قبلی که کار کردین، از تجربیات گذشتتون بخوام بدونن اونجاها چه مشکلاتی داشتین، چه چالش هایی داشتین، چالش یا ممکنه حتی کانفلیکت داشتین. یکی از سوالایی که از خود من شد قبلا به این صورت بود، گفتن آیا اتفاق افتاده تا حالا با یکی از همکاراتون مشکل داشته باشین، تفاهم نداشته باشین، کسی بوده همچین تجربه ای رو بتونه با ما سهیم بشه؟ هیچ اتفاق نیفتاده کسی با همکارش مشکل داشته باشه؟ شده اینکه طبیعیه مشکل داشته باشن. خب همین، میخوام یه مثال رو بیاریم ببینیم اینجا چجوری ازش استفاده کنیم. بفرمایید. من مثلا الان خودم جای کار میکنم، همکار من یه پسر جوان اوکراینی خیلی بد با من حرف میزنه همیشه. خب چجوری با این مسئله برخورد میکنین حالا؟ باید به رئیسم بگم. اوکی. این یه نوع برخورد هستش. مثال بعدی. من یه جایی کار میکردم، یه پسر امریکایی که وسطای یه توضیح خدمتتون عرض کنم، هیچ وقت توی مثالاتون از ملیت، نژاد، رنگ و مذهبش به هیچ وجه صحبت نکنه. همکارم، منیجرم یا کسی که بالا دست یا پایین دست بود، از پوزیشنش میتونین اسم ببرین، ولی به هیچ وجه اوکراینایی بود، ارمنی بود، ایرانی بود. خواهش میکنم اینها رو حتما در نظر بگیرین، خیلی مهمه. اینجا ما برای ما گروه بندی کردن راحت تره برای صحبت ممکنه، ولی وقتی برای اینترویو تشریف میبرین به هیچ وجه مناسب نیستش، چون خودمون نمیخوایم اصلا این گروه بندی رو برای ما به وجود بیارن. بله، ولی مشکل همینجا بود. مشکل سر این بود که ایشون یه آدم ردنکی بود و نسبت ایرانی و مسلمان مشکل داشت. حالا و ایشون اذیت میکرد. همین سوال رو میشه به این صورت مطرح کرد که همکارتون بود؟ بله. اوکی، یعنی در یک رده بود. همکارم در محل قبلی که با هم کار میکردیم نسبت به من دیسکریمینیت میکرد. حالا اگر توضیحات بیشتری خواستن، ریشال دیسکریمینیت نسبت به رئیس من داشت دیسکریمینیت. من گفتم کجایی بود یا چه رنگی بود؟ نه، مشکل منو اظهار کردم. خب حالا با این مسئله چجوری برخورد کردی؟ I spoke with the manager. What happened next? Action. Result? No. Yeah, And finally, I think it was a student and he left the job. I don't know if they fired him or he left the job. Okay. ممکنه زیاد مناسب نباشه این که فایرش کردن یا چیزی دیگه بگیم، ولی میتونیم بگیم که my manager decides to speak with each of us separately and then they make their decision. But after that, I was not having any troubles. مشکلی نداشتم. مشکلم حل شد. همین مسئله برای من به وجود اومد. توی محل کار یکی از همکارهام با نظر من موافق نبود برای اجرای یکی از پروژه ها. روی نحوه به لغات توجه کنید، توی از نظر نحوه اجرایی پروژه با هم تفاهم نظر نداشتیم. ایشون با من مخالف بود، برنامه رو میگفت اینجوری نباید اجرا کنی، در حالی که من نظرم این بود که این فایل ها باید به این صورت اورگانایز بشن. پرابلم
action. We spoke with our manager. She discussed with each of us separately. Result. She was wrong, I was right. We follow the procedure for that project accordingly. یعنی چی؟ نمیگم من درست میگفتم یا ایشون. گفتم تفاهم نظر نداشتیم. درسته؟ نتیجه پروژه هر جوری که باید طبق قانون پیش میرفت ما پیش رفتیم. یعنی چی؟ یعنی در نهایت پروژه، در نهایت شرکت موفق شد. مشکل من و ایشون نیستش که با هم کانفلیکت داشتیم. البته بگم ایشون با یه دونه کارت از من عذرخواهی کرد و گفت شما حق داشتیم. حالا اگر بخوام واقعیت قضیه رو به صورت داکیومنتری فیلم بهتون نشون بدم، ایشون از من سنش کمتر بود، تجربهش کمتر بود، رنگش فرق میکرد و فکر نمیکرد تجربیات من متناسب باشه برای اون کار. برای همین با من داشت کانفلیکت وجود داشت. ولی وقتی توضیح دادم براش که نه، این سیستم اینجوری باید پیش بره، طبق این مدرک، این پرونده باید به این صورت اورگنایز بشه، ایشون دید ایشون داره غلط اورگنایز میکنه، مجبور شد اورگنایزیشن اینی که این وقت ضمن احترام به دو تا خانم ها، اگر ما این رو به این صورت بگیریم که من اگر مشکل برام پیش اومد به منیجرم گفتم، این نیست که من همیشه دست به دامن منیجرم بستم. منیجرم مشکلات خودش رو داره، من هم یه چیزا حوالی میکنم بسش، من خودم میتونم مشکلات خودم رو حل کنم. بستگی به شرایط داره. اول من به منیجر نگفتم، این مدتی گذشت میخواستم ببینم آیا اون چیزی که برداشت کردم درست یا نه. And then when it goes on and on که اون اکشنایی رو نشون داد، then I talked to him. فرض بگیریم ایشون مستقیما با طرف شروع میکنه به صحبت کردن. کارشون اینجا رو بحث میکشه. بعضی وقتا احتیاج به تیز درگیر شدن و صحبت کردن نیست. دقیقاً همین نتیجه رو مثلا میگیره. ایشون فرض بگیریم که با منیجرش نگفت. آره. شروع میکنم با هم بحث کردن محل کار. در نهایت در نتیجه بحث کردن حتی درگیری لفظی شدید یا حتی خدای نکرده ممکنه به اصطلاح فیزیکال بشه. درست؟ فیزیکال که بسیار جنبه نگاتیویه. یعنی حتی اگر طرف من چه میدونم استاد دانشگاه بوده باشه، به هیچ وجه اخراج نمیشه. مدیر مدرسه، آموزگار مدرسه باشه، اتفاق افتاده که اینها سالهای سال نمیشه. اصلا هر جوری میگی که ایشون خوب درس نمیده، به هیچ وجه اخراج نمیشن. اما به محض اینکه یه همچین حالتی پیش بیاد که به یه نفر حتی یک مقدار فشار بیاره به یکی از شاگردان، این نکته منفی که حتی ممکنه موجب اخراجش بشه. به همین صورت اگر ایشون جر و بحث لفظی میکردن، محل کار دوتا مشتری میدیدن، برای خود ایشون خیلی بدتر بود تا برای اون آقایی که داشت این مسئله رو ابراز میکرد. پس بعضی مواقع بهتره که ما سلسله مراتب رو رعایت کنیم. هایرارکی میگن، هرم تشکیلاتی میگن اینجا. هایرارکی رو همیشه باید رعایت کنیم. حتی اگه ایشون اگه به منیجر بخشش بگه، ایشون تحت بستر نده، بعد بدون اینکه به منیجر بالا دست اون بگه، بره سراغ رئیسش ساختمان، رئیس شرکت یا رئیس استور، این یه پله رو چون سکیپ کرده، پریده، ممکنه برای خودشون هم خوب نباشه. بگن شما سلسله مراتب رو رعایت نکردید. با سلسله مراتب میومدیم بالا، اگه نتیجه نمیگرفتیم بعد چه کار هیچ عکس العملی با خودش نشون ندادم. بهترین کار رو انجام داد. I was watching him and then he pushed me and then by the time you decided to speak. اینطوری شد دیگه من هیچ وقت خودش صحبت نکردم. You did the best thing. اول با منیجر صحبت. Always answer using the problem, project, action and result. R or PAR. همیشه لطف کنیم. PAR رو در نظر داشته باشیم. مشکل رو شناسایی میکنیم. حرکتی که باید برای فعالیت که باید داشته انجام بدیم و در نهایت نتیجه چی خواهد بود؟ یه لحظه برمی کنیم. بله، اطمان. پار در مورد. Problem, Action, Result. PAR. حالا، Job Responsibility, Management of Sales Department. یه مثال داره براتون میاره. Problem چی بوده؟ problem, project یا ایشومون چی بوده؟ While working at Cisco as a sales manager of a team of 15, my department was behind in reaching its sales goals for the year. موقعی که داشتم برای سیسکو کار میکرده این آقا 15 نفر زیر دستش کار میکردم و دپارتمنتی که ایشون، اون قسمتی که ایشون مسئول بخششون بود،
از نظر فروش عقب بودن از مقدار فروش سالیانشون یا اون مقدار فروش که در اون محدوده زمانی باید بهش برسن. خب این پرابلم بوده. ببین داره این شخص توی اینترویو توضیح میده که من اگر یه همچین موقعیت مشابهی به وجود بیاد چگونه میتونم با این موقعیت برخورد کنم. اکشن، حالا چه حرکتی کرده ایشون؟ I developed a plan to re-engage current customers to sell them new and add-on products. ایشون تشخیص میده که میتونه فعلا به جایی که دنبال مشتری جدید بگردن، چالنجینگ تره، چالش تره، از مشتری قبلی که دارن استفاده کنه و یا پروداکت های جدیدی که دارن مجددا تبلیغ کنه پیش این مشتری قدیمیشون، یا از محصولاتی که دارن و میتونن اضافه کنن. مثلا یه سافتوری داریم، آفیس، مایکروسافت آفیس رو ایشون داره استفاده میکنه، میدونم مشتری من از من خریده، ولی الان مثلا علاوه بر آفیس میخوام آفیس پروفشنال رو بهشون پیشنهاد کنم که مثلا دوتا سافتور پابلیشر و مثلا پاورپوینت هم روش اضافه بشه. یعنی چی؟ یه محصول اضافه تری دارم به همون مشتری های، به همون لیستی که دارم به فروش میرسونم. This plan involved whatever skills that I have. به فرض کاستمر سرویس هم یا با توجه به تخصصی که نسبت محصولاتمون دارم تونستم خوب توضیح بدم در مورد محصولاتم و مشتری نظرش جلب بشه. چون اگه من محصولی که دارم میفروشم خوب نشناسم نمیتونم خوبم تبلیغش بکنم. I shared the plan with my team. Teamwork. ببینید نشون میدم که من آدم خودسری نیستم. تیمم موفق شد. دپارتمنت تیم، در حالی که من تشخیص دادم من تونستم کمک کنم، در حال داشتم دپارتمنت رو من کنترل میکردم. I shared the plan with the team. با همکارم سهیم شدم. ایده‌هایی که دارم اونها موافقت کردن. And helped them implement. کمکشون کردم که اونها هم بتونن این رویه رو به کار ببرن و بتونیم به مشتریای فعلیمون جنسای بیشتری بفروشیم. Within the tight timeline of 3 months. نشون میده که توی زمان فرصت کوتاه مدت تونستم فعالیت بیشتری انجام بدم. زمان بندی، تایم منیجمنت، تیم ورک و همش نگفتم I did this, I did that. درسته؟ نتیجه PAR، Problem Action Result. وقتی فرصت دارین خواهش میکنم در مورد شرکت های قبلی که براشون کار کردیم، مشکلاتی که پیش اومد، موفقیت هایی که داشتیم فکر کنین، روی کاغذ بیارین و سعی کنین اونها رو به صورت PAR تقسیم بندیش کنین. هر مسئله ای که در هر برهه از زمان داشتین به صورت PAR روی کاغذ بنویسین، کمکتون میکنه که موقع اینترویو آماده باشین. Result. As a result, the department met its goal and I exceeded my personal sales goal by 20%. نگفتم چند درصد فروش شرکت اضافه شده، رقم مالی دلاریشو نگفتم که بگن او اطلاعات شرکت قبلی رو با ما شیر میکنه، شاید اطلاعات ما رو با شرکت بعدیش شیر کنه. گفتم 20%. 20% رقم خوبیه برای اضافه شدن، ولی دلاریشو نگفتم. یعنی سیکرت، اینداستریال سیکرت رو شیر نکردم با کسی. در این حال گفتم موفق بودم. Our department was proud of the work. تیممون موفق شد. And in the long term, we utilized the re-engagement plan each year. در نهایت هر سال ما از همین پلان استفاده کردیم برای بالا بردن فروش سالیانه. یعنی چی؟ یعنی از مشتری فیلم. حالت انحصاری این مثال رو نمیخوام در نظر بگیریم. این رو بست بدیم به تجربیات خودتون. پروژه‌ای که داشتین، شرکت قبلی که کار میکردین، یا مثلا دفتری که کار میکردین، شرکتی که سکرتریش بودین، مدیرش بودین، منیجر بودین، یا هر نوع کاری که انجام میدادین رو با توجه به شرایط خودتون مثالاتون رو بیارین و سعی کنین ارتباطش بدین به چی؟ شغلی که الان براش اپلای کردین. Good answers are communicated clearly with appropriate detail. جوابای خوب اونهایی هستن که خیلی خلاصن و خیلی راحت به طرف مقابل این مسیج رو، این پیغام رو میتونین برسونید. برای همین عرض کردم توی منزل اگر من دو سه بار از یه جمله یادداشت بکنم به فارسیش رو بعد ترجمهش کنم به انگلیسی، ممکنه کمکم بکنه موقعی که توی اینترویو هستم راحت تر
سریع‌تر و خلاصه‌تر بیان کنم همه این صحبت‌ها رو. ببینید همین ورکشاپ رو اگر دو ماه دیگه تشریف بیاریم مطمئناً صدام رساتر، روانتر و کمتر منمن خواهم کرد. به همین ترتیب استفاده کنید از همین تجربیات رو. Are structured as you would tell a story. داستان همیشه چیز شیرینیه. پس سعی کنید اینها رو به صورت داستانهای کوتاه ولی خیلی بامزه و خوش بیان نمایید. یعنی چی؟ هپی اندینگ داشته باشید. برای همین عرض کردم از اینکه ایشون رو اخراج کردم نیازی نیست زیاد رو اون تاکید کنید. مهم اینه که مشکل حل شد. Are focused on your role, not our role. به صورت کلی نیستش زیادم. Are focused on specific examples of what you did and why. به صورت کلی گویی انجام نمیدم. به صورت اختصاصاً میگم که چه عملی انجام شد اینجا و نتیجهش چی بود برای چه دلیلی. Include lessons learned from the situation. حتی اگر من از این اتفاق نتیجه گیری کردم چیزی یاد گرفتم میتونم اون رو هم قید کنم. اوه نتیجه گیری این هستش که پس ما میتونیم از این به بعد سو. Avoid expressing anything negative about previous employers. این خیلی مهمه. در مورد کارفرماهای قبلی به هیچ وجه بدگویی نکنید. اوه مدیر قبلیتون چطور بود؟ گاهی اتفاق افتاده باور کنین به قدری زیرکانه مصاحبه گر شروع میکنه با هاتون خودمونی شدن که امکان نداره متوجه بشین و به صورت خیلی سوالای زیرکانه خودمونی شروع میکنه ازتون حرف کشیده که اوه معلومه مدیر قبلیتون چجوری بود؟ بهتون میذاش بریم مرخصی اگه زودتر میومدین سر کار چی؟ چیز خوبی میگفت. به هیچ وجه بدگویی نکنین از مدیرهای قبلی. حتی اگه من از اونجا در رفتم فرار کردم حتی به قدر آدم بدی بوده که حاضر نیستم دوباره برگردم پیشش بدگویی نمیکنه. اوه چرا شرکت قبلی رو ترک کردیم؟ اون میدونیم منیجرم چقدر آدم خشنی بود؟ چقدر بد صحبت میکرد؟ به هیچ وجه چون من نیست مدل اینجا تو جه جوری باشیم. اونجایی که نوشتیم منظور این هستش که روی جمع صحبت کنیم. خب پس خوبه الان همه خواب نیستن. من یه چند دقیقه قبل عرض کردم که راجع به من زیاد صحبت نمی کنم. درسته؟ من اونجا تیم ورد بود ولی اینجا میگه که راجع به این که ما همگی تونستیم موفق بشیم منظورش اینه که راجع به این مسئله صحبت نشه، بیشتر مشخص بشه که من تونستم چه حرکتی رو انجام بدم که این مشکل برطرف بشه. اینجا تمرکز روی شخص بنده هستش، هرچند که اون توی جمله بنده قبلی گفتیم تیممون موفق شد در نهایت، ولی چه کسی باعث شد این تیم موفق بشه؟ من بودم. نه تشخیص دادم پرابلم کجاست، پیشنهاد کردم، در نهایت این تناقض به این دلیل به وجود اومد. آقای بازیک من یه نکته رو چیز کردم بهش رسیدم، شاید اینم باشه چیز بفهمید. ببینید وقتی که طرف میتونه به کسی که صاحب کارشه بفهمونه که من همه کاری رو میکنم که این سیستم پیش بره و یه جاهایی ممکنه از خودم هم بگذرم، من فکر کنم این اثرش خیلی عمیقه برای طرف که حاضرم من اگر یک جایی باشه من خودم هم قربانی بشم یعنی از سیستم برم ولی سیستم شما جلو بره. تو اون سیستم من فکر میکنم طرف نه تنها پایین نمیره بلکه بالاتر هم میره. دقیقا این مسئله بود دیروز برای من پیش اومد. یعنی من گفتم که فلانی اگر من برم بهتره، این به این خاطر اینا، ولی دیدم که نه بر نتیجهش برعکس شد. یعنی واقعا طرف به من اعتقاد بیشتری پیدا کرد، احتمالی پیدا کرد. این تجربه شخصی منه. عوض میخوام من یه دقیقه وسط خواستم. یه ورکشاپی هستش سه شنبه 29 آگست ساعت 3 برای خانم‌ها، یه وومنز ورکشاپ مسائل خانم‌ها در محیط کاری. این خانم لیلا دیمنی از یه شرکت میاد که با یکی از ناپرافیت سکتورهای گوگل میشه و اسمش از آپگلو که ما باشون کار میکنیم
و در مورد مسائل مختلفی خانم‌ها برخوردار میشن ازش در کار صحبت میکنه. این سه شنبه 29 آگست ساعت 3، بعدم 24 آگست پنج شنبه خانم پیتا میلانیان تشریف میارن اینجا توی سریز of Secrets of Success. اونم بر جفتش بر همه گیاز داده. بخشید، این همزمان با همین ورکشاپ یکی ماه اینجا؟ نه، ساعت 29 هم، بله همین آگست 29 هم ساعت 3، این هفته ای که میاد نه هفته بعدشه. بعد دومیش که گفتم پنج شنبه 24ه. حالا من اینا رو پنج شنبه هاست، سه شنبه هاست، یکیش سه شنبه هست، یکیش پنج شنبه هست، دوتا مختلف. اینو من میدم اگه شما بخواهیم چیزی بنویسی پس رو هم کنیم. مرسی، سوری، گاهی اوقات بله همونجور که شما فرمودین خیلی مناسب‌تره که ما بدیم تا چه حد من دیدیکیتد هستم، تا چه حد من حاضرم که خودم رو فدای شرکت بکنم. این خیلی مناسب هستش. Practice using PAR activity. حالا قسمت behavior questions. Tell me about a time when you had to work with a difficult boss or colleague. توجه میکنین؟ تقریبا همون مثالی هستش که الان دوستان اشاره کردن. میگه به من توضیح بدین موقعی که مشکل داشتیم با یکی از باس‌ها یا همکارانتون. Tell me about a time when you made a mistake at work. How did you handle the situation? مشکلی پیش اومده با توجه به اینکه من اشتباهی رو مرتکب شدم. چگونه برخورد کردیم با این مسئله؟ Tell me about a time when you solved a problem. سوالتون جواب داده شد؟ اینجا عرض کردم که رومیز هست. Okay. Choose one question from above to answer. یکی از این سوالای بالا رو انتخاب کنین لطفاً. و راجع بهش اون فرمی رو که در اختیارتون گذاشتم پر کنین. One to two, share with larger group. فرمی که در اختیار دوستان قرار دادم. Activity worksheet. این برای اینجا هستش. حالا شما یکی از این سوالا رو انتخاب کنیم و سعی کنیم به این ترتیب به اون سوال جواب بدیم. با توجه به اینکه ممکنه الان توی گروه بررسی کنیم. اگر دوستان مشکل دارن برای انگلیسی به فارسی بنویسید، ولی ترجیحاً سعی کنین در حد حتی جملات ساده ولی به انگلیسی امتحان کنین. صفحه دوم رو برای خودتون میتونید داشته باشین. Your weakness or your strength. 5 دقیقه فرصت. عوضش نمی کنم. یاد داشت میکنی؟ نه، اول به سوال جواب بدیم لطفا. یعنی بالایی رو اینجا بدیم. Choose only one question. یکی از این سوالا رو انتخاب کنین. سوالایی که سه تا سوالی که اینجا سه جمله که نوشته شده. یکی از این سه تا جملات رو انتخاب کنین و در موردش توضیح بدین. به این صورت. یعنی اول تبدیلش کنید. مثلا جای قبلی که من کار کردم با همکارم مشکل داشتم، مشکلم این بود، همکارم به فرد دیسکریمینیت میکرد. اینجا چگونه برخورد کردیم با این مشکل، توضیح خودتون. سه، نتیجه چه اتفاق افتاد؟
دوستان فراموش نکنن اسمشون هم بالا بنویسن. آخه سوال به این ترتیب، اول از همه شما باید کسی باشین که تشخیص میدین چه جوری راه حل پیدا کردین، بعد به اتفاق دوستان حلش کردین. متوجه هستین این your and our اختلافمونه؟ دو، سوالتون این هستش، فرض میگیریم من مصاحبه کنندم و ازتون سوال کردم tell me about a time when you had to work with a difficult boss or colleague. اگر من بگم تا حالا با هیچ کالیگی مشکل نداشتم، این دروغ محض. یعنی میشه کسی تا حالا با همکارش، اگر من 10 سال سابقه کاری داشته باشم، من راجبه کسی که تازه از کالج وارد محیط کار میشه صحبت نمیکنم. فرض بگیریم من 10 سال سابقه کاری ارائه دادم توی رزومم، بیشتر از 10 سال، و الان دارم یه پوزیشن منیجمنت رو اپلای کردم، حالا مگه میتونم من بقبولونم که من توی محیطای قبلی که کار کردم با هیچ کدوم از همکارام مشکل نداشتم، حتی برای یک بار یا حتی برای یک روز. مشکلی نیست که همیشه منو مسخره کردن یا اذیت کردن، نه، مشکل اینه ممکنه همین که عرض کردم یک بار برای یک مسئله من با همکارم سوء تفاهم داشتیم. وقتی سوال این هستش باید به این سوال جواب بدم. اینجوری نیست که اینترویور بگه این سه تا سوال من در اختیارتون میذارم به کدومشون دوست دارین جواب بدین، نه، موقع مصاحبه ازتون میپرسه و انتظار داره جواب قانع کننده ای بهش بدین. حالا اگر جوابی ندارم یا همچین اتفاقی نیفتاده، باید خیلی خالصانه بگم همچین موردی رو نداشتم، همچین اکسپریانسی رو نداشتم. میشه یه شمشیر دو لبه. چرا؟ به انگلیسی میگن shoot you in the foot، یعنی خودتون با اسلحه خودتون، اگر من اشتباهی هفته رو بکشم ممکنه به پای خودم شلیک کنم، درسته؟ اگه من میگم همچین تجربه نداشتم، میگه خب ایشون تجربهش کمه. تجربه کردین؟ حالا اگه تجربه داشتم ولی اکسان عملی که نشون دادم درست نبوده، اونم باز به ضررم تموشه. پس باید بیشتر تمرین داشته باشیم که بتونیم به صورت قانع کننده جواب بدیم. دوستانی که تموم کردن میتونن این وبسایت رو ملاحظه کنن، البته دوباره باز میکنم این وب پیج رو. این همون اونت آنلاین هستش که عرض کردم. من اگر این قسمت بالا اگر بتونم اسم یک نوع شغلی رو تایپ بکنم، به فرض دیتا انتری کلر، الان این وبسایت دولتی برای من، این ارگانایزیشن وابسته به دولت برای من اطلاعات مربوط به دیتا انتری رو میاره. البته اگر بله، حالا به ترتیب ارتباط اون کلماتی که من تایپ کردم اینجا یکی یکی شروع میکنه شغلهای جاب های مختلف رو اینجا آوردن. این کدی رو که میبینین 43 خط تیره 90 21 نقطه 2 تا 0 رو میبینین جزو شغل‌های رده بندی شده توی آمریکا هستش. اینجا هر نوع شغلی دارای رده بندی خودش هستش. دیتا انتری کلرک میبینین؟ حالا آفیس کلرک به صورت کلی جمله چهارم که جلوش یه دونه آفتاب کوچولو کشیده، برایت آتلوک میخواد بگی که آیندهش برای 5 سال آینده درخواست برای این نوع شغل بالاتر میره یا خوبه. ولی حالا دیتا انتری کلرک اول رو که مجددا انتخاب کنیم، اینجا به ما نشون میده اطلاعاتی رو که شخصی که برای دیتا انتری کلرک میخواد اپلای بکنه چیا هستش. متاسفانه اینترنت من یه مقدار کند هست. بله، اینجا جمع‌بندیه. کسی که دیتا انتری کلرک انجام میده باید این اطلاعات رو داشته باشه، این تخصص ها رو، سکیلز، این معلومات رو باید داشته باشه، توانایی هاش این ها باشه، و در انتها شما اگر توجه کنین اینجا بهتون نشون میده که local salary state of California
و میانگین حقوق. توجه کنین کسی که کارش وارد کردن داده ها هستش، بیشتر هم معمولا با تایپ سر و کار دارن، حقوقشون حداقل 21000 دلار شروع میشه، 20810 شروع میشه در کل ایالات متحده. اختصاصا در کالیفرنیا کمترین حقوقی که ثبت شده 21900 دلار در سال. در سال بله. میانگین حقوق 31310 هستش برای کالیفرنیا، ستون قرمز. و میان بالاترین حقوقی که برای این شغل تا حالا ثبت شده 45920 دلار در سال دیده توی کالیفرنیا. در کل آمریکا 45360. این آمار رو از اطلاعاتی که شرکت ها به IRS و مالای دولتی میدن. حالا اگه شرکت دولتی نباشه چی؟ نه نه نه، منظورم شرکت های دولتی نیست، اطلاعات رو به دولت میدن، دولت این اطلاعات رو اینجا میاره. حالا شرکت های خصوصی هم جز بشه، شرکت های دولتی جز بشه، غیر انتفاعی جز بشه، کلیه شرکت هایی که شخصی رو به عنوان دیتا انتری استخدام کردن اطلاعاتشون وارد میشه. در نهایت این آمار در اختیار شما. من ببخشید خودم واضح‌تر چون فهمیدم نه، اشتباه توضیح دادم شاید. منظور نیست که شرکت‌های دولتی فقط اینجا اختصاصاً دارن. نه، اطلاعات رو در اختیار دولت قرار میدن، دولت این اطلاعات رو در اختیار عموم قرار میده. آمار مربوط به 2014 هستش. ایمپلویمنت 217000 نفر در این شغل استخدام بودن. دوستان تویتا کمری سفید لطف میکنه. حالا projected growth، پیشرفت این شغل از 2014 تا 24 فرض بر اینه که decline، یعنی منفی 2% خواهد بود. یعنی به جای اینکه رشد کنه تعداد بیشتری برای این شغل استخدام بشن، تعداد کم میشه سال به سال. ببخشید، حالا بر اساس تجربه که اینجا داشته، اطلاعات که وارد میشه اینجا درست هم بعد آپدیته، الان مثلا که 2014 اطلاعاتش رو بشه. بله، میدین ویجز 2016 اطلاعات پارسال دیگه. میانگین حقوق 14.47 شروع میشه که در سال میشه 30100 دلار. میگه تو سال 2016 2016 این قسمتی که هایلایت کردم 2016 آخرین آماره. 2014 در مورد استخدام صحبت. این رو در مورد مقدار اشخاصی که توی این زمینه داشتن فعالیت می‌کردن 2014 بود. Projected job openings، یعنی میگه از بین 2014 تا 2024 27600 شغل جدید ممکنه باز بشه. یعنی 27000 نفر اضافه میشن به اون 217000 نفری که توی 2014 مشغول به کار بودن. منفی 2% یعنی اینکه رشدش منفی بوده، رشدش مثبت نبوده. اگر امسال 100 نفر کار میکنه، سال دیگه ممکن 98 نفر توی زمین کار کنه، ولی به هر حال یه سری جدید اضافه میشه. پروجکتد میشه پیشبینیه 100% نخواهد، ولی معمولا آمار برای 5 سال آینده درست نشون میده، مگر اینکه زلزله خدا نکرده یا سیلی یا با کره شمالی جنگی شده بشه که همه این معادلات رو به هم میزنن. اوکی؟ خب من این متوجه نشدم چون اولش که باز کردیم چه فاین اکوپیشن اینا رو اینا رو سرچ کردیم که اونت آنلاین تایپ میکنم توی قسمت ادرس بار. اوکی، وقتی که صفحه رو میاره اون قسمت سرچ اون شغلی رو که من حالا یه موقع است من دارم جاب دیسکریپشن مختلف رو میخونم، به یه جابی میرسم که نمیتونم تشخیص بدم این جاب چی هستش.
همین جاب دیولوپر که عرض کردم کی میدونه چیه؟ جاب دیولوپر چه نوع شغلیه؟ رشد اون کار کمک میکنه. اگه سوالی هست ممنون میشم از من بپرسی. توسعه شغل. جاب دیولوپر توسعه شغل یعنی چی؟ میبینی برای شما واضح نیست، درسته؟ پس پیشنهاد میکنم هر وقت به همچین شغلی رسیدین قسمت جاب دیسکریپشن رو خوندین، حس کردین ممکنه چیزی باشه که به دردتون بخوره، این اطلاعات رو وارد اونت آنلاین این وبسایت انجام میدین. اونت آنلاین، درسته؟ الان بریم سراغ جاب دیولوپر. جاب دیولوپر، اوکی؟ متوجه شدین کجا دارم تایپ میکنم؟ این قسمت پایین هم میتونین تایپ کنین ولی اینجا راحت تره برای من. اینجا البته اطلاعات دیگه ای هم داره که شما میتونین فرصت کردین چک کنین قسمت مختلف این وبسایت رو. Human Resources Specialist, Human Resources, Production, Eligibility. می‌بینید دقیقاً اون لغات وجود نداره اینجاها، در حالی که توی شرکت‌های غیر انتفاعی، توی شرکت‌های مثل Department of Public Social Services این پوزیشن وجود داره، اما چون زیاد به قول معروف اونقدر متداول نیستش برای همین اینجا ممکنه کد خاصی براش وجود نداشته باشه، اما چیزی که نزدیک اون شغل باشه یک مقداری، نه کاملا، چون کسی که توی این شغل هستش باید از قوانین Human Resource هم اطلاع داشته باشه، ولی Social and Human Service Assistance این میتونه باشه and Training and Development Specialist میتونه باشه، البته ترینینگی که در رابطه با شغل یابی باشه. چیز دیگه ای که زیاد نزدیک باشه نمیبینم اینجا متاسفانه. حالا همین سوشال اند هیومن سرویسز هست، این سوشال اند هیومن سرویسز رو من باز کردم چون جنبه سوشال چاپ دیولوپر خیلی متداول تر هستش، چون به جامعه به کامیونیتی کمک میکنه که کار پیدا کنن. ببینین اینجا هم اون اطلاعات رو داره. حالا ببینیم از نظر میدین سالری چی؟ 15 تا 15 و 29 سالریش هستش، درسته؟ اطلاعاتش رو میتونم تایید کنم. ببینین faster than average 9 تا 13 درصد رشد نشون میده. میدونیم با چی در ارتباط هستش؟ با کار. هر چقدر محیط کار بهتر میشه این رشد پیدا میکنه، هر چقدر کارجو بیشتر باشه Human Resource قسمت دپارتمنت کارگزینی فعالتر میشه، شرکت ها اگر غیر فعال باشن استخدامشون کم باشه خب بهتر قسمت کارگزینیشون فعالیتش کمتره. نه؟ اون رنجش تا چه محدوده میتونه بالا باشه؟ رنجش رو لطف کنین کالیفرنیا رو از اینجا انتخاب کنین ببینین چه مقدار معمولا تا 20-25 مکسیموم ممکنه بره، ولی بستگی داره برای چه مدرک تحصیلی چه نوع شرکته. خب اگر دوستان اطلاعاتشون رو یادش کردن میتونن پس کنن فوروارد. اسماتون رو نوشتین؟ اسماتون رو لطف کنین بالای صفحه بنویسین. مرسی. اینها رو جلسه آینده از من بخواید لطفا. جلسه بعدی، ورکشاپ بعدی اگه تشریف آوردین از من لطفا بخواید که حتما بیارم خدمتتون. چون در فرصتی که داریم تا هفته آینده اینها رو یه مطالعه میخوام بکنم و اگر پیشنهادی به نظرم رسید در اختیارتون هست. مرسی. این صفحه دوم در اختیارتون باشه. اوکی.
بله میشه صفحه آخر کار این صفحه قسمت بعدیمون رو Why should I hire you? خاطرتون هست اون صفحه اول سوالات؟ الان داریم یکی یکی به اون سوالات جواب میدیم. چرا من باید شما رو استخدام کنم؟ یکی از دوستان که اخیراً برای پوزیشنی اپلای کرد. یکی از خانم‌ها لطفاً. آخرین جایی که اپلای کردین کسی؟ یک ماه گذشته. کسی جایی اپلای نکرده هنوز؟ ظرف یک ماه گذشته؟ پس برای چی برای تو این ورکشاپ در این شرکت میکنه؟ فکر کردم برای اشخاصی هستی که دارن خیلی مصرانه دنبال کار میگردن. دوستانی که حالا اپلای کردن، کسی هست که اپلای کرده باشه؟ بفهمیشون برای پوزیشن که اپلای کردی، اگه ازتون من سوال کنم چرا من باید شما رو استخدام کنم، چه جوری جواب میدی؟ مثلا یکیش این دایوارکرا بود، اینکه سوال هستش در که چرا ما باید شما رو استخدام کنیم، که اصلا چیزی میتونیم ثابت کنیم که چی چه. من یه عکس داشتم از قبلا سایت داشتم خودم رو تو سگام پیشم خوابیده بودم، توی روی تخته من خواب بودم، این عکسو براشون فرستادم که ببینم. نشون دهنده این هستش که تا چه حد دیدیکیتد رابطتون به نوعی میشه گفت جواب بدی نیستش. حالا demonstrate، ما باید نشون بدیم that you understand clearly what they are looking for. باید تشخیص بدیم دنبال چی میگردم. عرض کردم قرار بر این نیست که بگم من چی میخوام، قرار بر اینی که ببینم اونا چی میخوان و بتونم این نیازشون رو برطرف کنم، بتونم اون مشکلشون رو من حل کنم. من باید نشون بدم کاملا من متوجه هستم الان اگر شما دارین دنبال یک سکرتری برای آفیستون میگردین، چه نیازی رو میخواییم برطرف کنیم. کسی باشه که بتونه به کلاینت هاتون خیلی راحت جواب بده، اطلاعات داشته باشه از برنامه هاتون، خیلی خوشرو باشه، چون اولین برخورد هر مشتری اون مسئولی هستش که توی دفتر نشسته. من باید نشون بدم که وقتی جاب دیسکریپشنتون رو میخونم، راجع به اطلاعاتی راجع به اون شرکت رو دارم جمع‌آوری میکنم، همه اینها کمک میکنه که بتونم به این سوالشون بهتر جواب بدم. Why you are the best candidate for this role؟ چرا شما بهترین کاندیدا هستین برای این شغل؟ کی میتونه به این سوال یک مثال بزنه، یک جواب بده؟ چرا من باید شما رو هایر کنم؟ از کجا میدونی شما بهترین نفر هستین؟ شما برای کار کامپیوتری اپلای میکردین، نه اگه اشتباه. چرا من باید شما رو هایر کنم؟ And I'm a fast learner, so whatever I don't know, like I can learn as like fast as possible. چیزی هم اگر نمیدونم خیلی انعطاف‌پذیرم و سریع میتونم یاد بگیرم. چرا؟ چون ما همیشه همه چیز رو نمیدونیم. خیلی نکته مهمی هستش. مرسی. آقای وازی، این خیلی این کلیشه‌ای نشده که من هارد ورکر هستم، من تیم ورکر هستم. این چیزی رو طرف مقابل میفهمونه؟ اولش کلیشه باید جواب بدیم، چون کوتاه باید باشه، حوصله‌اش سر نره. اگر اگر به صورت صدای انسانی باشه، human voice،
از این حالت کلیشه‌ایش در میاد بعد. درسته. الان من باید بگم که من هارد ورکر هستم. باید بگم که من پانکچوال هستم. ولی اگر همه اینها رو به صورت این که موزلشون رو بشناسم و در جهت برطرف کردن مشکلاتشون اینها رو توضیح بدم، من حس کردم که شما الان دارین خیلی سریع دارین، فرض بگیریم ایشون میخواد برای اپل اپلای بکنه توی قسمت فونشون، قسمت آیفون 8شون میخواد استخدام بشه. الان آیفون 8 یک ماه مونده، درسته حالا ممکنه ما دارم اولو باشه این مثال من، ولی از نظر این که دیگه حد اکثر از این بدتر که نمیتونه بشه. ببینیم، من میتونم بگم که من میدونم شما در آخرین لحظات اناسمنت هستیم و من میتونم انرژیم رو در اختیارتون بذارم که هرچه سریعتر این تیم کار رو جمع‌بندی بکنه. میدونم که شما دارین، من مثلا مجلس برای تهیه مجالس و ارگنایز کردن مجالس میتونم کمکتون کنم، برای این پوزیشن اپلای کردم. من میتونم الان ظرف این کوتاه مدت، مدت کوتاهی که باقی مونده، همه این ارگنایزیشنال اسکیلز رو دارم که بتونم خیلی سریعاً و سر موقع این برنامه‌تون رو اجرا کنم. پروژه دارین، می‌خوایم هر چه سریع‌تر تموم بشه. میتونم، من پانکچوال هستم، به موقع میتونم همه رو برنامه‌ریزی کنم. اگر اون صدای انسانی خودم رو وارد بشم، از این حالت خوشکش در میاد. متوجه هستین؟ نه اینکه من نگم پانکچوال هستم، ولی به اون ترتیبی بگم که از حالت کلیشه‌ایش در بیاد، ولی در عین حال طرف مقابل بدونه. چون عرض کردم، مجددا تکرار میکنم، درست مثل رادیو میمونه رزومه، و موقعی که دارم اینترویو میکنم فرض بر این هستش که اگر من چیزی رو نگفتم یعنی بلد نیستم، پس اونچه که میدونم باید به نحو احسن، باید بسته‌بندی خیلی ضرب و برق‌دار در اختیار شخص مصاحبه‌گر قرار. Site specific strengths related to the specific position. برای اون دفتر، برای اون آفیس، اون تخصصایی که لازم دارم برای اون پوزیشن حتما باید اطلاع بدم، من بگم که اینا رو دارم. ممکنه یه چیزی هم باز زیاد رلوانت نباشه، ولی کمک کنه به اینکه اون پوانا و مدالا اینجا اضافه بشه که قبول کنن که من اون شخصی هستم که نسبت به بغل دستیم بهتر. خاطرتون هست مثال قبلی گفت 20% فروش رو بالا بردیم؟ اونجاست که فرق من با بغل دستیم مشخص میشه. اگر همین نکته رو من تو رزومم داشته باشم، یه سر و گردن بالاتر از بقیه رزومه‌ها قرار میگیره. چرا؟ چون همه میگن ما فروشمون خیلی خوبه، ما خیلی سرسختانه فروش داریم، ولی اینجا ایشون یه رقم آورد، 20%. 20% رقم کمی نیست. اگر گردش مالی این شرکت 1,000,000 دلار باشه، فرض بگیریم 20%ش چقدر؟ متوجه هستین؟ اینجاست که من تونستم تشخیص بدم با توجه به اطلاعات آماری که ایمیل کردم، با توجه به اطلاعاتی که از ترازنامه مالیشون پیدا کردم، 20% قسمت فروش مثلا آیفون 8 رقم میلیارد دلاریه. پس همه اینها باعث میشه که من برم توی اصل قضیه که کجا میتونم من تاثیر خودم رو بذارم و بتونم تشخیص بدم اگر اینها مشکلی دارن. اگر اینها به هر حال برای هر پوزیشن، اگر شخصی نیاز نباشه اون کار رو انجام بده که استخدام انجام نمیگیره، تیم فعلیشون همه اون کاراشون رو انجام میده. پس بنابراین یه جای کار یه نفر رو کم دارن، من باید نشون بدم من بهترین شخص هستم. Talk about what makes you unique. چه چیزایی باعث میشه که من منحصر به فرد باشم. Bring international experience. نترسین از تجربیات کشورهای دیگه‌تون اینجا مثال‌های بیارین، به شرط اینکه به صورت مناسب بتونین بیان کنین. هیچ فرقی نمی‌کنه من توی آمریکا باشم، من توی ارمنستان باشم، ایران بوده باشم، آفریقا بوده باشم یا کجا بودم. کانفلیکت کانفلیکته، فروش فروشه، دلار دلاره. بنابراین از اینکه بتونیم بگیم که من توی این کشورها دایورسیتی اکسپریانسم خیلی دایورسیفایده، با کامیتی‌های مختلف کار کردم، خیلی پوان مثبت‌تریه. بایلینگوال، مالتیلینگوال. نترسیم از این که بگیم من دو سه تا زبون بلدم. یعنی قبلا به این اشاره کردیم که اگر نمیخوان کسی رو استخدام کنن که ارمنی بلده، خب بذارین همین الان مشخص بشه. بهتره همین الان مشخص بشه. در حالی که برای یه نفر دیگه این پوان باشه که من سه تا زبون رو بلدم، چهارمی هم راحت یاد میگیرم. زبان اسپانیش که مثال زدم توی کار کانستراکشن،
اگه من 3 تا زبان رو تونستم راحت یاد بگیرم، پس اینجا نشون میده اگر نسبت به ویکنسم دارم قدم برمیدارم، به سرعت میرسم به اون مرحله که با اسپانیش سپیکران بتونم کامونیکیت کنم. Worked with diverse people in the past. با اشخاص مختلفی در ارتباط بودم. این نشون میده که آدم اوپنی هستم. من میتونم با ایرانی، با ارمنی، با آمریکایی، با رنگ‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف باهاشون ارتباط برقرار کنم. Specific combination of experience aligned with job description. عرض کردم اکسپریانسی که نامتناسب با این شغل هستش زیاد نیازی نیست بهش تاکید کنیم. چیزهایی که متناسب این شغل هستش. Enthusiasm for the role. باید نشون بدم. باور کنید دوستم اپلای کرده بود برای یه پوزیشن. از اینجا تا سر کوچه فاصله خونهشون تا محل کار بود. کاری که بهش پیشنهاد کرده بودن از اون چه که میدونست 10 پله کمتر بود. یعنی خیلی راحت. 1-2-3 میتونست تمام اون کارهایی که ازش توقع دارن انجام بده. میدونی نتیجه چی شد؟ استخدامش نکردن. میگم چرا؟ چه اتفاق افتاد؟ میگفت هرچی این آقا سوال کرد، من گفتم بله میتونم، مشکلی نداره. آخر دست مدیر گفته بود خیلی عالیه، هرچی که ما میخوایم بلدی، چون تستم گرفته بودن توی کار برنامه نویسی کامپیوتر، هرچی که میخوایم بلدی، ولی اون آتش و اون شعله رو نمیبینم تو شما، برای این کار دل نمیدین. حالا یا شرکت ما چیزی نیست که زیاد دوست داشته باشین، ممکنه حقوقش چیزیه که شما الان مجبوری قبول کنی ولی نمیخواد. به هر حال اون آتش رو چون ندید، متاسفم شما رو نمیتونم هایر کنم، استخدام نشد. پس نشون بدین که واقعا این شغل همونی که من میخوام، من اصلا ساخته شدم برای اون صندلی. اگر این رو نبینن هایرتون نمیکنن. عرض کردم اون ویژوالایزیشن رو اگه نداشته باشین، خودتون رو مجسم نکنه پشت اون میز، پشت اون ماشین، پشت اون تایتل یا اون پوزیشن، ممکنه این اتفاق نیفته. Acknowledge it. Are you overqualified؟ سوالی که برای بیشتر از دوستانمون اتفاق میفته، آیا overqualified هستین؟ بگین، بقبولین، قبول کنین، یعنی بهشون نشون بدین که بله من میدونم که برای این پوزیشن overqualified هم، ولی level of expertise میخوام اینجا خودم adjust کنم، آمادگیشو دارم که از صفر شروع کنم دوباره، از پایین شروع کنم برم بالا یا از وسط راه دوباره ادامه بدم، چرا میخوام با سیستم اینجا آشنا بشم. تمام اینا مثالهایی هستش که میتونین ازشون استفاده کنین که بهشون بقبولین که اگر اوبر کوالیفای هستم باز مشکلی نیست، من الان درجه‌ای که قابل قبول هستش برای من برای استخدام همین جایی که شما برای پوزیشنیه که شما آگهی شده. خب این تضاد داره با اون مثالی که قبلا زدید که گفتید اگه بدونن که شما فقط 6 ماه میخواید اینجا کار کنید، فقط جا بیفتی و اطلاعات کسب کنید. من اگه عرض کردم فقط برای 6 ماه اینجا بخوای کار کنی، وقتی خب بهش بگم خودم رو میخوام بیارم تو این رده که فقط آشنا بشم، میگه خب بعد که آشنا نه 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 شد اشتباه متوجه نشه. عرض کردم اگر لول 1-2-3-4-5 که من برسم به اینجا توی ایران، من توی این مقام بودم، الان اینجا حاضرم، حالا اگر 1 نه ولی از مرحله 2 شروع کنم توی شرکت شما تا به قدم به قدم برسم به بالاترین رتبه‌ای که توی کشور خودم داشتم یا شرکت قبلی پوزیشنی که داشتم، نه اینکه میخوام فقط 6 ماه اینجا یاد بگیرم برم. نه، اگه اینجا اوور کوالیفایم برای مرحله 2 میدونم، ولی آمادگیشو دارم که از 2 شروع کنم، چون این پوزیشن شما اینجاست، هم از نظر حقوق، هم از نظر مقام، هم از نظر هرم سازمانی، ولی آمادگیشو دارم که از اینجا راه خودم برم، از این نردمون بالا برم تا برسم به بالاترین درجاتی که شما دارید. Short term, I have the applicable skills and experience to contribute effectively to your team through this opportunity. کوتاه مدت هدفم چیه؟ برای long term، خب ببینیم توی لانگ ترم این کمپانی هدفش چیه؟ به کجا میخواد بره؟ چی میخواد برسه؟ I am rebuilding my career. ببینید دارم دوباره بازسازی میکنم مسیر خودم رو، مسیر شغلی خودم رو، درسته؟ و این پوان مثبتیه. من کار ساختمانی انجام میدادم، ساختمان 2 طبقه ساختم توی ارمنستان، الان میخوام برای شرکت ساختمانی مجددا استخدام بشم. سوال خار دارید؟ الان فرض بگیریم که بله سابقه کار دارم، ولی اینجا حاضرم برای این شرکت، چون شرکت خیلی بزرگتریه، حاضرم از پایین تر شروع کنم. میگه چرا؟
شما که مثلا پوزیشنت منیجر بود، آره، ولی تو این شرکت من حاضرم از پایین‌تر شروع کنم، با شما یاد بگیرم مسیر شما رو، روش شما رو تا برسم به بالاترین رتبه. این همیشه لانگ ترم گول من. یعنی چی؟ نشون میدم هدفم کوتاه مدت نیست، برای 6 ماه نمیخوام برنامه‌ریزی بکنم 6 ماه دیگه از اینجا برم، دارم برای لانگ ترم. جواب دادم به اون سوالی که میگه 5 سال دیگه خودتون رو کجا میبینین، به این سوال هم مربوط میشه که یه وقت ایشون آیا میخواد ظرف 6 ماه یک سال دیگه کارش رو عوض کنه یا نه، میتونیم روش حساب کنیم برای فضا. Salary expectation، تا موقعی که راجع به حقوق صحبت نشده ما بحث حقوق رو باز نمی کنیم، بحث پکیج رو باز نمی کنیم. دوستان 5 گذشته، اگر میل دارین میتونیم ادامه بدیم، میخواییم میتونیم همینجا استاپش کنیم. یک مقدار کوچولو مونده راجع به سالری، راجع به اینترویوز بحثمون تموم شد. بحث شیرین شد تا زیرم. بحث سالری. بسیار. Why are they asking this question? Salary expectation. چیه؟ اصلا نظرتون چیه راجع به خوبی؟ Do your research so you are well equipped to answer this question. ببینید. من ممکنه الان دارم برای راس قسمت انبارشون با 10.5 دلار کار میکنم. ولی الان با توجه به تخصص، با توجه به تجربیاتم تطابق میکنه برای پوزیشن منیجر استور میسیز و برای اون پوزیشن اپلای کردم، درسته؟ اوکی. نه نباید اینجا بگم خب اینجا 10 دلاره اونجا نمیدونم استفاده بشه. نه، اگر شرایطش رو دارم، اپلای کردم، اگه برای اینترویو منو دعوت کردم، پس داشتم اون چیز اولیه، اون متریال اولیه رو داشتم برای این پوزیشن. حالا باید من تمام اطلاعاتی که راجع به این پوزیشن فلور منیجر میسیز هست داشته باشم که آگاهانه وقتی برای مصاحبه میرم آگاهانه بتونم به سوالاتش رو جواب بدم. یه دفعه نگم خب 10.5 من با 12 دلارم حاضرم. اگر توجه داشته باشین دوستانی که با مثلا توی تجربیاتشون داشتن برای مناقصه ها یا تندر ها اپلای کردن یا شاهد بودن مناقصات به چه صورته، مخصوصا چیزایی که مثلا قبلا تو ایران شهرداری ها مناقصه برگزار میکردن برای آسفالت این پارکینگ، یکی قیمت میداد 10,000 تومان متری، یکی قیمت میداد 20,000 تومان متری، یکی قیمت میداد 30,000 تومان. میومدن اون آدمی که 10,000 قیمت داده بوده حذفشو کردن، گفتن چرا این ارزونه، میگه نه این خیلی پایین قیمت داده، پس نمیتونه. از یه جایی باید سوء استفاده کنه، درسته؟ اونی هم که 30,000 تا است خب توی رنج نیستش، این 18 تا 22 رنجیه که باید این قیمت رو به ما بدن. برای سالری هم به همین صورته، اگر رنج سالری فلور منیجر یه چیزی بین 20 تا 22 دلار در ساعت هستش، من کما اینکه دهانیم اونجا میگیرم، اینجا اگه یه دفعه بگم با 12 دلار هم حاضرم کار کنم، میگن ایشون پس اطلاع نداره، بازار چه خبره، تجربهش کمه، ممکنه به ضررتون تمام بشه. ولی اگر من اطلاع داشته باشم اون رنج حدود 20 22 دلاره، اگر نهایتش این هستش که من میتونم بگم که چی، اگر خیلی اصرار کردن که توقعتون چی هستش، من میتونم بگم که خب من حاضرم، بیشتر برای من هدفم این هستش که توی کریر، توی این مسیر شغلیم جا بیفتم. فکر میکنم برای حقوق اگر یه چیز فیر و قانع کننده ای باشه توی رنجی که متناسبه با این شغل هستش، من میتونیم با هم به توافق برسیم. اگر خیلی اصرار کردن که اوه نه حتما میخوایم بدونیم توقعتون حقوقم چقدر هستش، اون موقع است که من میتونم این مثال رو بزنم که میدونین با توجه به ریسرچی که من انجام دادم برای این پوزیشن رنج حقوقی بین مثلا به فرض 10,000 دلار تا 20,000 دلار در سال هستش، یا 40,000 دلار تا 50,000 دلار رنج حقوقی در سال هستش. حالا اگر میانگینی بین توی این رنج حقوقی یه پکیجی باشه، حاضرم باهاتون دیسکاس کنم. نمیگم آره 100%، نمیگم نه. ممکنه بگن ما 39,000